برم بیگناه اعدام شد به خاطر من که دخترش بودم، ناموسش بودم. من نماده ملت روبه انحطاطم، وقتی مرگ میشه جریمه انضباط. بالا دارت تو فرصتی واسه نصیحت نی، ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نی، ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا. اون بچه رو نیار واسه یه تماشا، نظر از الان ذهنش درگیر داشه، نظر این صحنه رو مغزی سوار شه. اونم فردا وقتی که فشار بش بیاد، اونم وقتی بزرگ شد و حدشو بخواد، اونم وقتی عصبی شد از بدی اوضاع، زور میشه منطقش توی اجتماع، اونم میگه چون همه بدن اونم بد میشه، توی کنکور بد زندگی رد میشه. ما بد بودیم شما اما بدتر بود، یه جنبی میزنه دت زمین خیلی زود. کدوم ما که یه جوری داریم میریم فنا، اون بالا یا خوشحالترم میشن دادا. ما که رفتیم اما تو یکی مثل من نباش، چیزی رو بذار زمین قلم بردار بجاش. حالا منم اونجا و چشای تو تنابه دار، بکش صندلی رو از زیر پام سر کن. شب و روزتان خوش، احمد رفعت هستم. به برنامه ویژه‌ای از اعدام بس است در رابطه با رونمایی از 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی خوش آمدید. سه‌شنبه 30 مارس برابر با 10 فروردین در نشستی مجازی این گزارش رونمایی شد. در این نشست که مدیریت آن با کامبیز غفوری بود، محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، رافائل شنوی هزان مدیر اجرایی با هم علیه مجازات اعدام و ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی پزشک محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی رشته سخن را به دست گرفتند. مدیر همه با هم علیه مجازات اعدام در صحبت‌هایش اشاره کرد که با وجود اینکه در سال 2020 میلادی دنیا درگیر بحران کرونا و پاندمی ناشی از گسترش این ویروس بود، در جمهوری اسلامی ماشین اعدام متوقف نشد. رافائل شنوی هزان در ادامه افزود که اگر شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی را نسبت به جمعیت آن مقایسه کنیم، این کشور در صدر کشورهای قرار دارد که احکام اعدام را اجرا می کنند. مدیر همه با هم علیه مجازات اعدام به دیپلماسی گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و حکم اعدام برای احمد رضا جلالی را که دارای تابعیت سوئدی نیز هست بخشی از این گروگانگیری دانست. محمود امیری مقدم در صحبت‌هایش به بخش‌هایی از گزارش سال 2020 میلادی پرداخت. در سال گذشته میلادی بر مبنای اطلاعاتی که سازمان حقوق بشر ایران توانسته است به دست آورد و حداقل 2 منبع آن را تایید کرده‌اند، 267 نفر در ایران اعدام شدند. رقمی کم و بیش برابر با سالهای 2019 و 2018 میلادی که دست کم 273 و 280 حکم به اجرا گذاشته شده بودند. امیر مقدم اضافه کرد که 9 زن و 4 کودک مجرم نیز بالای چوبه دار فرستاده شدند. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران افزود منابع رسمی جمهوری اسلامی تنها در 91 مورد در مورد این اعدام‌ها اطلاع رسانی کرده اند. در خاتمه محمود امیری مقدم به مسئله بخشش نیز اشاره کرد. در سال 2020 میلادی حداقل در 662 مورد اولیای دم از تقاضای اعدام یا قصاص صرف نظر کردند که رقمی تقریباً 3 برابر سال گذشته است. احمد رضا جلالی همسر ویدا مهرانیا پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی در سال 2016 میلادی به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز برای شرکت در کارگاهی جهت مدیریت بحران‌های پزشکی به ایران رفته بود، در روز 26 دسامبر به اتهام واهی ارتباط با دولت متخاصم یعنی اسرائیل بازداشت و 31 ژانویه سال بعد به اعدام محکوم شد. ویدا مهرانیا
در این نشست یادآوری کرد که دکتر جلالی از ماه نوامبر سال گذشته میلادی در انفرادی به سر میبرد و تا امروز تنها 3 بار توانسته است با افرادی از خانوادهش ملاقات داشته باشد. ویدا مهرانیا گفت احمد رضا جلالی در شرایط روحی و جسمی بسیار بدی قرار دارد و میتوان صحبت از شکنجه شبانه روزی کرد. پیشگفتار 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران را نرگس محمدی که به تازگی از زندان آزاد شد نوشته است. نرگس محمدی که 10 سال از حکم 16 سال زندان او در رابطه با تأسیس و عضویت در لگام یا کارزار لغو گام به گام اعدام است، در این پیشگفتار می نویسد: در زندگیم یکی از جدیترین مبارزاتم لغو مجازات اعدام در ایران بوده است. پایان دادن به حیات یک انسان با هر توجیهی غیر قابل قبول است. نرگس محمدی در ادامه می نویسد: اعدام خشونت است. خشونتی در حد جنگ با منطقه محدود و کوچک. در جنگ انسانها کشته می شوند. در اعدام نیز انسان کشته می شود. اعدام خشونتی بدتر از مرگ در صحنه میدان جنگ و رو در روی انسانها با یکدیگر است. مهمان این برنامه ویژه محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران است. آقای امیری مقدم، خوش آمدید. فکر نمی کنید که اگرچه در سال 2020 چند نفر کمتر از سالهای قبل، یعنی 2018 و 2019 میلادی اعدام شدند، و با توجه به اینکه در سال 2020 ایران و جهان درگیر بحرانی به نام کرونا بودند و در ایران با این وجود ماشین اعدام متوقف نشد، این رقم رقم بسیار بالایی است. درود بر شما آقای رفعت. ببینید، ما بر اساس آماری که سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری کرده، در سال گذشته، یعنی سال 2020، ما 267 مورد اعدام رو ثبت کردیم. سال قبلش 280 مورد و سال قبلترش 273 مورد. اگر شما به آمار عفو بین الملل نگاه کنید، میبینید که مثلا سال قبل حدود 250 مورد ثبت کرده بودند. به همین دلیل از اونجایی که ما روند سیستم قضایی کلن در جمهوری اسلامی غیر شفاف هست و همه اعدام ها رو اعلام نمی کنند، ولی ما فکر بکنیم که آماری که ما ارائه میدیم نزدیکترین آمار به واقعیته، ولی خب تفاوتش با 2 سال گذشته تفاوت چندانی نیست. یعنی میشه گفت که دقیقا در همون حد اعدام ها با همون شتاب ادامه داشتن و حرف شما کاملا صحیحه. حالا بررسی که ما کردیم در این چند ماه گذشته نشون میده که اکثر کشورها به استثناء 1-2 کشور احکام اعدام رو یا متوقف کردن یا شدیداً پایین آوردن. حتی رقیب اصلی جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی عربستان سعودی، که همیشه همراه ایران جزو بزرگترین اعدام کنندگان هست، بر اساس آماری که دانشگاه کرنل منتشر کرده، در سال گذشته 13 مورد اعدام داشتن. سال قبلش بین 100 تا 200 مورد. یعنی شدیداً کاهش داشته جمهوری اسلامی. متاسفانه به نظر میرسه که اعدام‌ها رو نه تنها پایین نیورده، بلکه با همون شتاب هم ادامه داده. درود مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خون جگر خوردن تکلیفمون با قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشه. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم، فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست،
مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تناب دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید، آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید، ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. صدایی که شنیدید صدای نوید افکاری بود، ورزشکار جوانی که در شیراز در جریان تظاهرات در اعتراض به گرانی بازداشت شد و در جریان محاکمه متهم به قتل شد و حکم قصاص در موردش صادر شد. اجرای این حکم، اعدام نوید افکاری، به نوعی جامعه ایران رو تکون داد. شما با من موافقید آقای امیری مقدم که اجرای این حکم اعدام شوکی بود که به جامعه ایران وارد شد؟ ببین، نوید افکاری خودش در واقع با صدای خودش من فکر می‌کنم هم جامعه ایران رو و هم در واقع جامعه جهانی رو تکون داد، چون که محاکمه و بعد اعدام نوید افکاری از یک طرف نشون میده که اعدام چه مجازات بیرحمانه است که دیکتاتورها میتونن استفاده کنن برای سرکوب مخالفینشون به هر بهانه ای، چون که باید به خاطر داشته باشیم که نوید افکاری به اتهام قتل با حکم قصاص اعدام شد و از طرف دیگه به خوبی نشون داد که سیستم قضایی جمهوری اسلامی در واقع یک، نمیشه اسمش رو اصلا سیستم قضایی یا قوه قضایی گذاشت، بلکه یک ارگان سرکوبه که احکام از پیش شاید سفارش داده شده رو تایید میکنه و اجرا میکنه و این رو نوید تونست با صدای خودش به همه دنیا برسونه و من فکر میکنم هر کس که صدای نوید رو شنیده باشه نمیتونه بعد از اون بی تفاوت باشه. ولی خب ما این رو هم به خاطر داریم که سال گذشته در واقع اعتراضهایی که شد نسبت به کلن احکام اعدام، با حکم اعدام اون سه معترض شروع شد که میخواستن اعدامشون کنند، که از اونجا هشتگ اعدام نکنید که در واقع در، من فکر میکنم در تاریخ مبارزات بر علیه اعدام بی سابقه باشه، که حداقل در فضای مجازی که یک هشتگ میلیون ها بار مطرح شد طی چند روز. ولی خب نوید، مصطفی صالحی، اینا معترضانی بودن که در سال گذشته توسط سیستم جمهوری اسلامی اعدام شدند و هدف اعدامشون هم ایجاد رعب و وحشت و
برای جلوگیری از اعتراض‌های بیشتر بود. یکی دیگر از اعدام‌هایی که در سال گذشته میلادی واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت، اعدام روح الله زم، مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بود. با هم بخشی از گفتگوی او با خبرنگار بازجوی برنامه 23 تلویزیون جمهوری اسلامی آقای علی رضوانی رو ببینیم و بعد برگردیم و گفتگو با آقای امیر مقدم رو ادامه بدیم. آمد نیوز دنبال چی بود؟ هدف روح الله زم چی بود؟ ما هدف اولیه‌مون که یه ذره تو راه کمرنگ شد ولی ول نکردیم و ادامه دادیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. دنبال چی بودی؟ چی؟ دنبال چی بود؟ من؟ آه. من دنبال تاثیرگذاری بودم. به نظرت آمد نیوز سرنوشت بعضی‌ها رو تغییر نداد؟ چی؟ مردم؟ کسایی که شما براشون شبهه ایجاد میکردی، کسایی که تشویقشون میکردی به حضور تو خیابون، اختشاشات 96، شما گفتی من رهبر اختشاشاتم. بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض شما داری اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اختشاش کشوندیش. خودم یه گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. آقای امیر مقدم به ندرت در تاریخ معاصر روزنامه‌نگاری رو اعدام کردند. در ایران هم چند دهه است که هیچ روزنامه‌نگاری رو اعدام نمی‌کردند. به نظر شما اعدام روح الله زم چه پیامی رو داشت؟ پیامی واضح تر از این، اینکه فردی رو به خاطر مدیریت یک کانال مطبوعاتی، در واقع رسانه اجتماعی، اعدام کنند، خب از این واضح تر نیست. اینکه جمهوری اسلامی هیچ تحملی نداره برای شنیدن صدای مخالف. اعدام روح الله زم یک جنایت بود، در واقع بر اساس همه قوانین، حتی قوانینی که جمهوری اسلامی هم در واقع باید بهش پایبند باشه و کنوانسیون هایی که امضا کرده. و من واقعا در حیرتم که هرچند که محکومیت‌های زیادی جمهوری اسلامی چندین بار محکوم شد، ولی که واکنش‌ها شدیدتر از اون نبود. در سال گذشته دو اعدام کم سابقه دیگر رو هم داشتیم. پس از سالها یک نفر به جرم نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شد و یک زندانی سیاسی کرد هم در مقابل جوخه تیرباران قرار گرفت. از دهه 60 شمسی بود که کسی رو در ایران تیرباران نمی کردند. بله، خب این ما در گزارشی که منتشر کردیم اشاره کردیم به اینکه رئیس جدید قوه قضاییه دقیقا یک سال پیش منتصب شد توسط رهبر آقای ابراهیم رئیسی. ایشون خب سابقه طولانی داره، در حالا در دهه 60 نقشی که در اعدام، در واقع اعدام های زندانیان سیاسی به خصوص در سال 67 ایفا کرده، خب ایشون رو در زمره معدود افرادی قرار میده که میتونن به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمشن. و خب این فرد الان شده رئیس قوه قضاییه. این انتظار میرفت، ولی خب بعد از یک سال میبینیم که ایشون همون روندی رو ادامه داد که قبلا در سال 60 در جای مختلف پیش میبرد. تیرباران درست ما نداشتیم، ما فقط یک مورد داشتیم در زمان آقای محمود شاهرودی در سال
86 یعنی در واقع 88 نه 2008 میلادی که یک جوان در اصفهان اول تیرباران شد و بعد به دار آویخته شد. در مورد اعدام برای مصرف مشروب الکلی حداقل در این دو سه دهه ما موردی رو در خاطر من موردی رو در خاطر ندارم که چنین اعدامی اجرا شده باشه و اعلام شده باشه. این دفعه خب بعد از اینکه وکیل آقای فردی به اسم مرتضی و بعد از اینکه ما اعلامیه دادیم مطبوعات رسمی هم در این مورد نوشتند و در واقع تایید کردند که این فرد برای تکرار مصرف مشروب الکلی به مرگ محکوم شده بود. یکی از روزنامه نوشته بود که نه تنها 4 بار بلکه 6 بار مشروب خورده بود. اینو شما هر جای دنیا به هر کس بگین واقعا باورش نمیشه که کشوری است در این دنیای امروز در سال 2020 که فردی رو به خاطر چیزی که خودش مینوشه اول شلاقش میزنن 3 مورد 80 بار هر دفعه و بعد اعدامش میکنند. متاسفانه نمیدونم در این مورد دیگه چه باید گفت، ولی خب مهمه که این به گوش جهانیان برسه که وقتی که نمایندگان جمهوری اسلامی رو میبینند باشون صحبت میکنند، وقتی که آقای ظریف رو میبینند از ایشون سوال کنند که شما دارین در مورد ثبات در جمهوری اسلامی صحبت میکنید، چه کشور با ثباتی است که حتی تحمل نمیکنه که مردم در خونه خودشون چی مینوشند و به این خاطر اعدامشون میکنه. شما از آقای محمد جواد ظریف نام بردید. آقای ظریف و همچنین حسن روحانی هر بار که ازشون در رابطه با نقض حقوق بشر و اعدام سوال شده گفتند قوه قضاییه در ایران استقلال داره. ولی در این تقریبا 8 سال ما هیچ وقت ندیدیم که آقای ظریف یا آقای روحانی یا حتی وزرای دیگر به هیچ کدام از احکام اعدام و بازداشت و شکنجه و رفتار قوه قضاییه اعتراضی بکنن. درسته، هرچند که بر اساس حالا قوانین جمهوری اسلامی این مسئولیت رئیس جمهور یا وزیر خارجه نیست که احکام اعدام رو تایید کنند، ولی ما در این 7.5 تا 8 سال حتی 1 مورد نشنیدیم که آقای ظریف یا آقای روحانی حتی انتقاد کرده باشند یا ابراز نگرانی کرده باشند در مورد آمار بالای اعدام. ببینید میانگین اعدام‌های ماهانه در زمان حسن روحانی 45 نفر بوده تو این 7.5 سال و این از محمود احمدی نژاد هم خیلی بیشتر بوده، ولی خب چنین ادعایی هم ندارند. آقای ظریف و آقای روحانی هر دفعه که با این سوال روبرو میشن میگن که خب ما قوانین خودمون رو داریم، بعضی وقتا که اعدام‌های جنجالی میشه و میگن که خب برای اینکه از زیر جواب دادن شونه خالی کنن میگن که ما قوه قضاییه مستقل داریم. البته هم خودشون میدونن هم قوه قضاییه میدونه و هم ما میدونیم که قوه قضاییه اصلا قوه قضاییه مستقل در ایران وجود نداره، یک نهاد امنیتی هست که کار خودشون میکنه و آقای ظریف هم سخنگوی رو به خارج همین نهاد همین نظام هست و هر 4 سال یک بار هم حالا یک کاندید ریاست جمهوری یا یک رئیس جمهور میاد یک سری قول در واقع یک سری قول میده و مردم تشویقشون میکنه برای شرکت در انتخابات که بعد با استفاده از این که مردم اومدن و ما رو انتخاب کردن نشون بده که این حکومت مشروعیت داره. اینا خب نقش‌های خودشون رو ایفا میکنن در همون نظام و تفاوت چندانی بین آقای ظریف و آقای رئیسی و آقای روحانی نیست. در واقع درست تفاوت دارند ولی
وجه تشابهشون و چیزهایی که سر اون توافق دارن بسیار بسیار بیشترند. حدود 80% از احکام اعدام در سال گذشته میلادی در رابطه با قتل بوده و احکام صادره قصاص هستند. با این وجود ما شاهد بودیم که شمار قابل توجهی از خانواده های محکومین به قصاص یا اعدام از این حق خودشون صرف نظر کردند. تقریبا 3 برابر سال قبل از اون، یعنی 2019 میلادی. آیا میشه گفت که جامعه ایران آهسته به سوی مخالفت گسترده با مجازات اعدام گام برمی‌داره؟ من چنین فکر میکنم. ببینید، حالا خب قانون قصاص یک قانون غیر انسانی است. در واقع نه تنها حالا از یک طرف منجر به اعدام میشه که یک مجازات بیرحمانه و غیر انسانی است، از طرف دیگه در یک پرونده قتل خانواده فرد مقتول قربانی خشونت هستند. این سیستم و این قانون میاد این افراد رو از قربانی بودن تبدیل میکنه به مجری اعدام و از طرفی در واقع مسئولیت قتل یک فرد جدید رو بر شونه اونها میذاره. خب به نظر من این به خودی خودش یک جنایت هست. حالا خوشبختانه در این چند سال ما با یک پدیده جدید روبرو شدیم که مردم، اولیای دم، خانواده مقتول به قصاص نمیگن. حالا با تعیین دیه یا حتی بخشش در واقع نه خودشون رو به اعدام میگن، در حالی که جمهوری اسلامی و این قوانین در واقع به نوعی تشویق میکنه که شهروندان عادی در این خشونت شرکت کنند. همونطور که شما گفتین، سال گذشته ما بالاترین آمار بخشش رو در این چند سالی که ما جمع آوری میکنیم داشتیم. تعداد کسانی که بخشش یا دیه رو بر قصاص ترجیح دادند 3 برابر موارد اجرا شده قصاص بود و من فکر میکنم این جای امیدواری داره، همراه با این کارزارهای مجازی میلیونی بر علیه اعدام و یک نظرسنجی که اخیراً مؤسسه گمان برای سازمان حقوق بشر ایران و ائتلاف جهانی علیه اعدام کرده بود. اونا نشون میدن که درسته که حکومت جمهوری اسلامی پافشاری میکنه بر اعدام به عنوان یک مجازات، ولی مردم ایران اکثریتشون خواهان تغییر هستند و به این مجازات غیر انسانی نمیگن. با سپاس فراوان آقای امیر مقدم از همراهیتون. سپاس از شما. این برنامه ویژه در اینجا به پایان میرسه. شما می توانید گزارش کامل 13مین گزارش کامل سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با مجازات اعدام رو از سایت این سازمان حقوق بشری دریافت کنید. تا برنامه دیگر، شاد و تندرست باشید. ری میخن کسایی مثل امثال منو با یک کیلو برین میخرن و میندازن جلو. 30 ساله که کوچه خاکیامون خاکیه، آسفالت خوبه خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن. یه مش مریضم و سنو تخمه لشکن که فیلم میگیری وقتی یکی جو میکنه دست مریضا بیم منام.